خب مرسی از همگی صدای منو که دارین نه <applause> مرسی بعد آره خب خیلی چیزایی که من میخواستم بگم رو که اشاره کردید به خوبی دیگه ما مثل بچه های کاید دو سینما شدیم داشتم احساس میکنم خدا شما اصلا کلی ذهن منو خونده بودید و <applause> خیلی اسلاید منو من اصلا گفتید دیگه خوبه من ذره کمتر صحبت میکنم خودم هم سعی کردم یه ذره این بار چون منم سعی کنم هر بار یه استایل رو عوض کنم یا یه چالنجی تو پرزنتیشن برای خودم وجود بیارم خودم میذارم خودم محدود کنم چون وحشتناک زیاد میشد و یه تجربه نچندان خوب از اینمار برگمن داشتم 7 سیل که فکر کنم زیاد پر و پخ شرصدن. اینجا از این قضیه دوازده تا تابلو گدار استفاده کردم و خودم محدود کردم یه جوری اینی که خیلی صحبت ها میتونه بره برای کیو ان ای یه سریشم که شما خیلی خوب آدرس کردید دیگه من صحبت نمی کنم. اینه که چون ویف اصلا یه ساب تایتلی هم داره که فیلمی در دوازده تابلو منم گفتم چرا باید پرزنتیشن آدم بیشتر از دوازده تا اسلاید باشه یعنی که سلاید یکش هم همینیه که الان دارید میبینید میمونه یازده تا دیگه um... و دلیل اینکه الان اومدم عنوان و اینجوری عمودی براتون گذاشتم اینه که تو تبلیغای سال 1962 فیلم که خود گدار درستشون میکرد اون موقع خود گدار هم تریلرها رو درست میکرده و هم پوسترا و بروشورا و همه اینار خودش یه دستی در دیزاینشون داشته و اونجا توی اصلی اصلی های همون سال این میومد اینجوری کلمه به کلمه همه چیز اینجوری عمودی که من نوشتم مینوشت که من هم نوشتم به سبک اون مثلا توضیح هم میداد فیلمی در مورد یک زن که مثلا برای ولی اینا رو تمام نشته فیلمی در مورد همه رو یکی یکی مثلا میرفت پایین و به همین شکلی که من نوشتم خب این فیلم ام ام خیلی از خیلی جاهای مختلفی اینسپایر شده و خیلی چیزهای مختلفی رو اینسپایر کرده یعنی هم گرفته و هم قرض داده به فیلم های دیگه مثلا یکی عکسی که من اون گوشه گذاشتم این کتاب سورسیه که گدار توی یکی از چپتر ها مخصوص استفاده میکنه ولی خیلی تو کردیت نوشته شده که فیلم بر اساس این کتاب. کتابی کتابی به اسم The Prostitution که یه, یه،, یه،, یه قاضی و یه اینوستیگیتر مسائل پراستیتوشن در فرانسی نوشتن کتاب نانفیکشنه ولی با که کتاب نان خیلی کتاب جالبیه چون روی اون چپتری که یادتونه که پراستیتیوشن چجوری توضیح میداد اونا مو به و کلمه به کلمه از این کتاب میاد که قانوناش چیه و باید چه کار کنید این یه همچین متنی داره ولی از طرفی این عکسی که میبینید از اون کتاب کتاب تقریبا یه صفحه در میون یه عکس خیلی پست مدرن و کلاژ دور که مهدی اشاره میکرد داره یه براتون گذاشتم به عنوان نمونه اینا مثلا عکس آدمایی که حالا مثلا یا پراستیتیوت یا پیمپ و درگیر این قضیه ولی خیلی مدر آف فکت کتاب باشون برخورد نمی کنه. یه یه حس آرتیستی عجیبی داره کتاب جالبیه و یا, یا یه سری شات های فیلم یه جورای اینسپایر شدن از عکسایی که توی این کتاب هست که دیگه خب خیلی کتاب عکس داره نذاشتم توی اسلاید ها چون وقت میگیره. ولی یه سری شات های مدرا توی خیابون و این ورون ور استایل وایستالن آناکارینا یا یا پراستیتوت های دیگه یا یا کسایی که دلال این قضیه هن. خیلی جاها میمیک کرده عکسایی که توی این کتاب هست اینه که برای اینه که از توی این همه چیزی که اینسپیرشن بوده برای این فیلم حالا این یکی رو ذکر کرده بی دلیل هم نیست ولی خب واقعا تنها اینسپیرشن برای این فیلم نیست اونم برای کسی مثل گودار که کولاج میکره دیگه رسما همونجوری که مهدی گفت و یه جورایی تقریبا اسلاید اول من رسما کاور کرد مهدی و گدار از خیلی چیزایی که هست من هرچی بیشتر راجعش میخوام اینه که کولاجیسته یه کولاج میکره ولی یه سری نقل قول از خودش رو که خودش میگه اصلا من چی هم به عنوان یه کارگردانی که از یه منتقد تبدیل به کارگردان شده یه سری نقل قول مستقیم ازش مثلا بخونید میگه I make essays in novel form or novels in essay form only instead of writing I filmed them خب که برمیگرده مثلا که خیلی میگن essay film میسازه دیگه یا می، یکی از دوستان کنم شهین میگفت که فیلم خیلی فیلم پر دیالوگ و پر گفتار و ایناس بهش میگن essay film هم بازش یا ام حتی نیما میگفت که خیلی انگار چک پوینت بولت پوینت داره ای می این میخواد این چیزا رو بگه برای اینکه اون همش یه چیز شبیه اسی تو مغزشه و میخواد حرفاشو در پروژه آخرش بزنه یه جورایی حالا من نمیگم که خوشتون باید بیاد یا بدتون میاد ولی دست ولی خب مثلا تو این فیلم دیدی که یه حالت فیکشنالی هم داشت دیگه حالت ناولتوری هم داشت و برای همینی که اسی فرم ولی به صورت فیلمه حالا جالبه که گفته instead of writing I filmed them یه جای جا دیگه هم خوندم که میگفت دوربین یا چیزی که گدار از سینمتارگرفر میخواد اینه که از دوربین به عنوان قلم استفاده بکنه یعنی جوری حرکت بکنه از راست به چپ یا از بالا پایین که انگار داره یه چیزی می خیلی آره نقد شاعرانه ای بود از کاری که گذار میکنه حالا اگه فیلمو رو چند بار دیدید یا میخواید ببینید به این حرکت های دوربین که انگار در حال رقص نگاه بکنید مخصوصا توی بیوگو سروی خیلی هست پوستری هم که حتی انتخاب کردم برای این اسلاید میبینید حتی بعضی از پوسترهای اوریجینال فیلم هم حالت کلاژ دارن اصلا رسما میبینید دیگه کاراکترها چه جوری قشنگ با قیچی چیده شدن و <applause> چسبونده شدن این برانورد بر. دیگه این خیلی قشنگ نشون کوتیشن دوم باز از خدا I am thinking like a painter in a way of confronting my characters as in the paintings of Matisse or Brock خب باز توجهش به یه چیزی شبیه نقاشی uh, ولی مشکل نقاشی چیه برای یه فیلم ساز کوتیشن سوم In the cinema it is so difficult to do what a painter does quite naturally He stops. نقاش رو میگه. He stops. Steps back. Gets discouraged. Starts again. حالا این یه پاراگراف بلندتری بود. چرا نمیتونه این کار رو کنه؟ برای که فشار پرودیوسر روشه. که من توی برثلس هم اشاره کردم که گفتم داره نادیده گرفته میشه. هر چقدر هم که گدار آتور باشه میخواد مثل یه نقاش خود مختار باشه که هیچ وقت نمیشه. چون پروسه فیلم یه چیز این همیشه ازش میناله حالا بیشتر و کمتر تو برتلس میگم دست به عقه شد فیلم بردار رو جدا کرد گدار رو از پرودیوسر تو این فیلم هم همون پرودیوسر بود ولی دیگه بهش عادت کرده بودن چون همونجوری که گفتم دیگه اینجا سلبریتی شده بود جلسه قبلا گفتم اینه که فشار یه ذره کمتر شده بود که مثلا هفته چهار هفته فیلم برداری کرده هفته اول فیلم برداری کردن حسابی بکوب هفته دوم دو نشست تو کافه گفت فکر میکنم هیچ کاری نکرد اینی که میگه the painter steps back فکر میکنه یعنی این, 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 داره حالا میتونستم خیلی کورتشن بیارم ولی بجانی که وقت بذاریم روی کورتشن دیگه خلاصه بهتون تو میگم حالا چرا, چرا کولاج؟ برای اینکه گودار که, که میدونید خیلی هم سراحتا آنست حرف میزنه راجع به عقایدش و خودشو دست میندازه خیلی جاهایی خیلی بامزه است دیگه اصلا میگفت که یه جای خوندم که گفت سینما یه جورایی توی اون رده هنرهای دست دوم قرار میگیره سکند هنده چرا سکند هنده داشت میگفت یه نقاش یه صفحه سفید جلوشه یه دفعه خیلی وقتا اصلا منظره هم نگاه یه چیزایی فکر میکنه و میکشه خودشه خودشه و خودش یه موزیسین ممکن اصلا یه شیت میوزیک داشته باشه هیچ نوتی اونجا نیست یه دفعه نوتا بهش الهام میشه و یه چیزی رو کامپوز میکنه ولی داشت میگفت که من بیتاروف این من یه چیزایی در دستم هست من به اکتر نیاز دارم من یه کسی به کاریزماتیک بودن جین سیبرگ و آنا کارینا نیاز دارم من یه فیلم برداری مثل راول کوتارد این فیلم که همه تون ازش تعریف میکردی من به این نیاز دارم من به کامپوزیشن میشل لگران که توی این فیلم قطار نوشته بود که امبرلاز آم آم اف شربورگ مثلا نمیدونم اگه دیدوشید فیلم کاترین دنوف اونو بعد از این میشل لگران نوشته که اصلا یه موزیکال خیلی کلاسیک و معرفه لالالند لند یه جورایی بر اساس امبرلز اف شربورگ بود که اون رو موزیسین این فیلم نوشته بود یعنی یه باید همچه آدم های قولی خب اینا چی هن؟ اینا قطعه های کلاج اینا رو کنارم... من اگه بودم نمی سینما رو پایین نمیم روک بودن گداره برای که کلاج میتونه کماکان خیلی خلاقانه باشه و خیلی زیبا باشه و فلان و بهمان. ولی خود گدار میگه من از روی محدودیت همه که این کار از من برمیاد توی هنر کاش که میتونستم نقاش موزیسین بشم حالا که نمیشه یه جورایی توی سینما کلاژ درست میکنم و بنابراین کلاژ من این رفرنس هاست این آرتیست های دیگه ای که با من همکاری میکنم و اینه دیگه این کاری که خودش در واقع از ناولیست و اسیست و نقاش و عکاس و این حرفا که بریم کنار فلاسفر و فلان فکر کنم ته میرسیم به کلاژ میکر کولاج میکر, میکر خب خیلی کیوریس، خیلی از هر دری سخنی داره اون حرفا که حالا به اونم میرسیم این یه جورایی این باگ پرزنتشن های منو هم شاید رفت بکنه بچه بچهای قدیمی تا میدونن که من گودا رو دوست دارم مشخصه که چرا دوست دارم من که پرزنتشن های من همیشه یه همشارات کلاژی داره که love it or hate it میشد دیگه خیلی دوست دارن خیلی دوست ندارن من که میگن اصلا تو راجب سینما حرف نمیزنی داری راجب چیزای دیگه حرف میزنی یه کسی مثل گودار یا مثلا چارلی کافمن این من، کاملا منو کاور میکنن برای اینکه میگن که اشکالی نداره راجب چیزای دیگه حرف زدن خودشون هم حرف میزنن و آره یه ذره حتی به عنوان پرزنتر هم مثلا آدم بعضی وقتا اگر این مدلی پرزنت بکنه شاید کمتر اتاک میشه <تص> تبو نیست مثلا حاشیه رفتن توی مسائل مختلف رفتن اگه من چیزی رو از قلم انداختم بچه‌ها سوالی داشتید لطفاً بپرسید چون مثلا من همه حرفامو بزنم ولی توی ذهنم هست شاید شاید بتونم جواب بدم بریم روی تابلو سه خب اینجا دیگه اصلا عکس نذاشتم دیگه کامل فلسفه بافی خب کسایی که میگن گدار آنتی بورژواس یا انتی سینماس یا آنتی پری کنسیفت سینما که میتونه چیز متفاوتی باشه چون از طرف شاید گدار اصلا عاشق سینماست نمیشه گفت انتی سینماست ولی میتونه زد اون سینمای کانونشنال باشه یعنی که پری رو من خودم عد کردم به نظر آمد جا داره که باشه یا مالا یه یک همچین کمکی با بار منفی و اینا اسنابیش میتونیم بگیم الیتیست، انتلیکچوال، حتی دس نریشن این اصلا چه نریشنی حالا میگم بعضیاتون گفتید نریشن داره بعضیاتون نمیشه به این دقیقا گفت نریشن هست نیست اصلا زمان فیلم دقیقا چیه چقدر میگذره از این تابلو به اون تابلو اینا یه چیزای که بعضیا رو اذیت میکنه بعضیا دوستش داره همین ویگ بودن رو دوست داره الیتیست اینتלקچوال بودن به خاطر اینکه همونجوری که بعضیاتون گفتید اگه رفرنس ها رو نگیرید یعنی ممکن است اصلا سردرد بشه یه چی حرف میزنه یه دفعه وسط کار چرا یه دفعه تو تابلو 11 مثلا کامل میپره میره تو فلسفه این چیزا بر خودش مهم نیست دیگه چون بدار احساس لحظه براش مهمه برای همین خیلی وقتا فیلمنامه کامل رو یا به کار نمیده یا اگه بهشون میده باز روز به روز هر لحظه ممکنه کاملا سکانس ها رو عوض اما که میگه تکنیک هیچ ارزشی نداره اگه احساس لحظه درش نباشه اینه که اونو ارجعیت میده برای اینه که تابلاش ممکنه یه ذره به نظرتون این ورانور بیاد و همجوری که بعضتون گفتید حالا شاید تو این فیلم یه جورایی کلاسیک تره در استاندارد گدار میشه یعنی حتی سینا میگفت مثلا با برثلس آره واقعا با برثلس فرق داره برثلس خیلی جزی اصطلاح موزیکی بگیم خیلی هم میگن این کلاسیکاله اگه اونو بگیم جاز به عبارت موسیقی اینو این کلاسیکال در استاندارد گودار من فکر می‌کنم هنوز با بقیه مقایسه بکنیم خیلی جوهاش هنوز آوانگارد میشه بریم سراغ یه سری کوتیشن اینجا که بعضی هاشم برای اولین بار توی پرزنتیشن که سکم یه چیزای منفی و اتاک کردن گودارم اتفاقا بذارم که یه بحث بالانسی داشته باشیم یعنی که واسه چیزای منفی و اتاک به گودار شروع می‌کنیم یه فیلمولوژیست گابریل مارسل ببینیم چی گفته placing a sorbonne professor in a film to discuss kant and philosophy would be a ridiculous abuse of film from an esthetic viewpoint اوه اتفاقا تا تایم اون تایم میگن حالا اگه نه به گدار به کسای دیگه من به شخص خیلی شایدم که این اگه سینما چه رپتی داره به فلان و به این به چپتر اون فیلسوفمون یا حتی جان پیر ملویل که اگه یادتون باشه نقشه یه کارگردان آمریکایی رو توی برتلس بازی میکنه مدی راجرش صحبت کرد که ملویل بزرگ که مدی راست گفت اون موقع با هم دوست بودن ولی بعد از ویو سوی با هم دشمن میشن به خاطر اینکه اینو گفت بعد از ویو سوی کسی که یه جورایی قبل از نیو ویو اصلا کلان جنبش رو شروع کرد ولی دیگه نمیخواد این آوانگارد باشه به این در اون در بزنه و یه ذره میخواد کلاسیک تر از این همه تاشه میگه You are making a lazy man's cinema. This no longer deserves the name of cinema. You put down your camera and have people talk. Nothing more. به نظر من بی انصافیه. شما خودتون هم دیدید همیتون این نظر. Nothing more. مخصوصا انایتون که دو بار سه بار فیلم دیدید که واقعا این نیست ولی جان پیر میل بی رسنی کاردان گولیه برای خودش به درمیدی چه حرف میدید. حالا یه دوتا نسبه نیم چه دفاع از گدار ببینیم. گدار میگه I am constantly asking questions. I watch myself filming and you hear me thinking aloud. It isn't a film, it's an attempt at film. این اصراری هم نداره هیچ وقت که بگیرم فیلمیکر میدونم میدونید که توی سلاید قبلا بود که درسه ایستم، ناولیستم، پینتر هم، کلاجیستم، whatever you wanna call it. اون کویسچنه مهمه، ناترال بودن مهمه، think مهمه thinking aloud. این you hear me thinking aloud یه ذره فکر کنم بعضی از نه نتونم میتونه زیر سال ببره من با قطعیت الاته هیچ حرف نمیزنم میدونید ولی شاید خیلی خانشاتون از شخصیت نانا رو باید حواستون باشه که خیلی جامعه مثل اینگمار برگمن حتی در قالب نانا هم این گداره که داره حرف میزنه یعنی می نگاه اصلا یه اینترپرتیشن معروف مثلا پرسونای برگمن اینه که اون دو تا شخصیت زن لیو اولمن و بی بی اندرسن اصلا دو تا زن نیستن هر دوشون در کنار هم میشن این بار برگمن یعنی همیشه یه ذره بعضی جاها حس میشه که مثلا گفته مثلا اینو اینو بگو اینو همونجوری بگو، که مثلا نیمام مثلا بیشتر میگفت بیشتر حرفش اینه که اسی یا اون حرف هم زده بشه تا حدی نمیخوام خیلی سیاه و سفید بگم ولی خیلی جام هست که خودشه دیگه کرکترش رو انتخاب کرده ولی میخواد حرفاشو هم بزنه هر جوری شده ممکنه یه ذره از فورست یا الیتیست بیاد ولی دست و آخری این my film one has to listen to people speaking all the more so if they are seen from behind سنه کشار کرده and one is not distracted by the faces اینکه اول فیلم که از پشت سر شروع شد چقدر هم دیالوگ داشتیم کلی نانا حرف زد بعد اکسازمندش حرف دوباره برگشت بین دوباره به همه هم داشتیم از پشت سر می‌رید این به یک کلکلی توی کایدو سینما هم برمیگرده که تروفو فرانس و تروفو دوست گذار اومد توی یه شماره قبل ویو و اومد کارگردان های already intellectual کرد the real intellectual directors and سو so, سو so intellectual directors که وقتی اسمار می بینید همه بزرگ ها. این برداشت تروفو، گودا، روسلینی و چند نفر دیگر رو گذاشت توی سو سو ها. و یه عده دیگر رو لیست تو بدن دارم اگه دوست داشتید پیدا میکنم براتونیم. یه عده دیگر رو گذاشت توی intellectual های سایفه کنم مثلا آنتونیونی و چند نفرید. گودار باش سوال میکنه که اصلا چی, چی, از من دقیقا میخواد گودار بهش برخورد میخواست که توی اون رادیکلی اینتلیکچوال های تروفو باشه چون نظر تروفو برش مهم و تروفو حالا جدی یا شوخی بهش گفت که مثلا یه بار به جای اینکه شات کانتر شات هی فیس اینو نشون بدی فیس اون رو نشون بدی پشت سر یه نفر نشون بده ما میخوایم به حرفاش گوش بدیم اگه تو اینتلیکچوالی چرا اینقدر هی زومی رو صورت ملت و این صحبت دقیقا قبل از شوتینگ ویو سوی بوده و این خلاصه به اون بستونی که با تروفو داشتن و شوخی های توی خود کاه. این سری میاد اصلا شروع فیلم اینجوری که من هستم من همه جوره میخوام حتی اگه بگم, بگم فیلم میکر نیستی ولی بگم که حسابی رادیکل انتلیکچوال هستی یعنی که کانورسیشن اونجوری شروع میکنه که ورد مهمتر از صورت زیبای آنکاره ها میشه حتی در شروع فیلم حالا um, باز میتونیم به این به, به, به شاتا و ورایتیشون میتونیم برگردیم با توضیحات بیشتر بریم روی سلاید بعد بریم سراغ اصلا اسم اسم نانا یکی چرا ناناس باز یه عکس دیگه من که رفت بکراند مهدی محسس شده نانا رو بعضی به شوخی میگن یه آناگرامه نه آناگرام باید با یه, با یه ان باشه ولی فرنچ نیو ویو وی بعد از این گفتن آن ناگرام مثل آن ناکارینا با دبل ان خب آن چی هست زیر عکس گذاشتم براتون اگه بتونید ببینید که آنا ببینید اگر ما بیایم حرفا رو عوض بکنیم جاشونو داریم از همون چهار تا حرف استفاده میکنه و با یه حالت شوخی همون آنا رو نگه و کردش نانا و این یکی از چیزهایی که در مورد انتخاب اسم کرکتر گفته میشه دومی خود همین عکسه اگر نگاه کنید غیر از اینکه مهدی توضیح داد که جلوی پوستر وایساده و فلان و بهمان اگه نگاه کنید پشت سر آنا کارینا اولین چیزی که نوشته شده نوشته لزو این سینمایی بوده به اسم زولا ال و افتاده زولا برمیگرده به امیل زولا که رمان معروفش در مورد پراستیتیوت هست نانا و حتی اینجا جلوی پوستر وای میسه و بازم با یه عاقبت شوم هست و حالا آیدنتیکال نانای امیر نیست ولی خیلی شباهت داره به اضافه اینکه یه ورژن سینمایی از نانای امیر است به کارگردانی ژان رنوار پسر رنوار نقاش که نکته جالبش اینه که کسی که اونجا نقش نانا رو بازی میکنه زن ژان رنوار کارگردانه و اینجا در این سالها آنا کارینا زن گدار بوده و کارگردانی که زن خودش رو در نقشه پراستیتیوت میذاره اینی که میتونه خیلی هم به نانای جان رنوار برگرده به چیزای دیگه ای که میتونه برگرده میگن خیلیش رو بر اساس پاندوراز باکس پاپست کارگردان آلمانی گذاشته حتی و, شکل اینتنسیتی صورت میگن کاملا آنا چون آنا تو فیلم های قبل و بعد موهای بلندی داره اصلا یه استال دیگه ای داره این شکل هرستال و این شکل اینتنسیتی رو میگن از پاندوراس باکس گرفته دوباره شخصیت پاندوراس باکس هم یه جورای شوگرل و توی مرز پراستیتیوشن و این حرفا ها میره و باز تراجدیه و خیلی اناسا داره یه فیلم سینمای سامته که یکی دیگه از حرفای گودار که باز نقل قول مستقیم براتون نذاشتم اینه که میخواسته ویرف رو جوری درست کنه که به شدت حس و حال سینمای سامت رو داشته باشه یعنی که این فیلم کلاسیک از سینمای آلمان خیلی مد نظرش بوده تو انتخاب پروتاگونیست تو انتخاب شات ها و همسال و همونجور که گفتن خب این داستان ادامه پیدا میکنه گودار میگیره و این بقیه رو اینسپایر میکنه مثلا کوینتین تارانتینو که پاندوراس باکس رو ندیده بود ساوی رو میبینه و استایل اوماتورمن رو بر اساس آنا کارینا در ساوی میذاره <تصفح> و بعدا میفهمه که او خود گدار تحت تاثیر پاپس بوده <تصفح> ولی تارانتینو فقط تحت تاثیر گدار بوده و این بده همیشه هست انسپریشن ها برای استایل <تصفح> فیلم مخصوصا ام... اون ام... چیزی که سینا بالاخص اشاره کرد که این فیلم به نظر میده جوری فرق داره چه اتفاق افتاد اولین چیزی که هست شیش ماه قبل از این فیلم کلیو from 5 to 7 که توی نمانم دیدیمش یه بار دو بار یا حتی بیشتر از آنیس واردا کارگردان زن نیو ویویا ویو. شش ماه قبل میاد گدار خیلی از این خوش فیلم خوشش میاد این فیلم 13 تا تابلو داره یا اپیزود حالا اسمشونو تابلو نمیاد خیلی شبیه این یعنی تقریبا همین مدت زمانی داره حدود 90 دقیقه اون 13 تا این 12 تا اونم سرفستاشی اسمایی دارن حتی و اینقدر از نظر تکنیکی گدار از این خوشش میاد که به خود آنیس واردای کارگردان نمیره بگه نمیدونم چرا ولی با دستیار کارگردان و اسیستنت دیرکتر انیه سواردا که فارغ و تحصیل سینما بوده وارد کامیونیکیشن میشه و از این کتاب میگیره رودار میگه من این چیزای فکر میکنم در مورد سینما میدونم بعد از اینکه کلیو رو دیدم احساس میکنم باید خودم رو آپدیت کنم یه سری سورس به من بده از اسیستنت دایرکتور انیس از کلیو فرام 5 تو 7 سورس میگیره و 6 ماه میشینه به خوندن و سعی میکنه اصلا خودش رو دیکانسترکت بکنه این چیزی که سینا و خوبی متوجه شده به یه چیزی اینجا فرق داره و لرنینگ یعنی حتی یه کسی مثل گودار فیلم چهارمشه لرنینگ آموختن هیچ وقت تمام نمیشه و سعی میکنه آره یه نگاه جدیدی پیدا کنه و یه چیزهایی رو عوض میکنه شسترفته میکنه و حتی نظرش بوده که 13 تابلو باشه قرار بوده که توی تابلو دوازده آنا کارینا کشته نشه توی سناریوی اصلی که یه ذره هم تروفا هم حتی درش دست داشته و با اون لاورش که توی اپیزود دوازده میبینیم با اون مثلا یه جولای چاپلینی مثلا برن توی افق و هپی اندینگ باشه که خب بعد نظرش لحظه و احساسی عوض میشه و اپیزود سیزده رو کات میکنه توی همون اپیزود دوازده تراجدی میکنه قضیه برای کلیو از پنج هفته اگه حتما ببینید ماستیه خیلی جالبه برسون حالا پیک پاکت و خیلی فیلم های دیگه اه اه برسون اگه ببینید باز خیلی خیلی تحت تاثیر قرار دادن رو توی این زوم می دستی که مثلا کسی که رفته بود وارد رابطه بشه با مثلا دستش چجوری جوری جیبش ما این خیلی آروم میدیدیم چندین بار تکرار شد دست ها این ور دست ها اون بار. دست در حال نوشتن یه دونه داشتیم اون نامه ای که آنا کارینا می نوش. خیلی برسون و بچه ها اشاره کردن به روسیلینی مثلا بالاخص راج به The Flowers of Saint Francis صحبت میکنند که اپیسودیکه و داستانهای مختلف داره حالا این رابطهش با روسیلینی مثلا خیلی خیلی عجیب غریبه یه جورای شبیه رابطش با ملویل به هم میخوره خیلی گذار تا قبل از ویو و روسلینی رو دوست داشته ولی اتفاقا سر همین فیلم که میگن خیلی فیلم روسلینی واریه روسلینی از این فیلم خوشش نمیاد میگه اصلا شبیه فیلم های من نیست و به خود گذار میگه که این شبیه آنتونیونیه نه من و برای روسلینی آنتونیونی مثل فوشه چون رقیب هم بودن حسابین بهش میگه تو دچار آنتونیونیسم شدی. <تصح> یه چیز بد استفاده میکنه که برای ما که فقط سینفیل هستیم خب آنتونیونی هم واقعا اینتلیکچوال و زیباست برای ما اینجا اصلا فایتی نیست ولی برای خود روسلینی هست اگه تو از سینمای من داری جدا میشی و داری تبدیل میشی این داری تبدیل میشی به سینمای آنتونیونی چرا روسلینی رو میگه همون بدبین بودنی که خانم نووی بهش اشاره میکرد یه جوری ما چرا اینقدر دار که این جوابی ما آخر فیلم اصلا که, چی که کشته شده اصلا خیلی که هست روسلینی به همین اشاره میکرد می گفت فیلمت دارک بودن و آنتونیونی رو داره اینتלקچوال 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 دارک و میگفت که مثلا روسلینی میگفت اون جوابی که اون فیلسوف داد برایس پرن توی اون گفت که مثلا لنگویج اینجوریه اونجوریه به فکر متصل باید باش دیل کنی فکر جدا از لنگویج نیست و همینه که هست ولی باید باش دیل بکنی حرف فیلسوف بیشتر این بود و راسلین گفت چرا باش دیل نکرد چرا فیلمو یه جای شبیه اپیزود 11 تمامش نکردی چه دلیلی داشت که مثل اپیزود 12 مخصوصا روی اندینگ ظاهرا بحث‌های طولانی داشتن با روسلینی و اینجا یه جورایی سر این فیلم با ژان پیر ملویل و روسلینی راه گدار جدا میشه و برشتو گفتید که خب مشخصا اپیک تیترش الینیشن افکتش راجب اینا همیشه صحبت میشه که گدار خیلی اینا رو آورده توی سینما به خصوص توی این فیلم خیلی شبیه اوپرای سپنی که بازم کارگردانش همون پاپست آلمانیه که پاندوراز باکس رو کارگردانی کرده بود اون آخر دوره سامت پاپس بود و این اول دوره تاکینگ سینما شه که فیلم موزیکال تور از برشت اقتباس کرده خیلی هم فیلم خوبیه و باز اپیزودی که همونجوری اینجا اتفاقی که فقط توی برش میفته که گدار نزدیک بوده این کارو بکنه برای ویو قصری اینه که به جای اینکه ما عنوان سرفصل‌ها رو ببینیم توی تری پنی اپرای پاست یا یه نفر میاد برای ما روایت میکنه که در سکانس بعد ما زنی رو خواهیم دید که میره بلا بلا بلا. یا اینکه یه سری نوازنده دورگرد میان به صورت سانگ اتفاقای رو میخونن برای ما به صورت موزیکال اجرا میکنن که در صحنه بعد چه اتفاقایی خواهد افتاد و توی فیلمنامه نامه قرار بوده که گدار هم از این تکنیک استفاده بکنه حتی رشتی تر باشه که رفته به سمت آنیس واردای کلیو از پنج تا هفت و به نوشته اکتفا کرد ولی اینکه چقدر برشتی خیلی زد و نقیزه بچه ها. یعنی من توی سی های مختلف کتاب های مختلف بعضی ها میگن همونجوری که بعضی شما هم گفتید این دیگه برشتی ترین حالت ممکنه دیستنس ایجاد میکنه که ما فقط فکر کنیم بعضی ها کاملا میگن نه خیلی ملایم و قشنگ گدار اینو دور زده و گاهی ما فکر میکنیم گاهی ما احساساتی میشیم عشق هم میریزیم اینجوری نیست که کاملا بی احساس و کل و باشه و تونسته هر دو رو با هم جا اینکه دو تا مقوله رو با هم تو فیلم جا بده منم نظرم بهش نزدیکتره برای که مثلا گدار در مورد نویسندگی هم که صحبت میکنه یه جا هست که از سینما تعریف میکنه میگه سینما ادوانتجش به نوشتن لیترچر روی کاغذ اینه که شما روی کاغذ مثلا می که نانا رفت در ساختمون مردی وارد شد در را باز کرد میگفت تک تک شما جمله ها رو می نویسید ولی من توی سینما توی یه شات همه چیزو با هم نشون میدم این توی احساساتم گودار خیلی جا معتقده که من یه جاهایی هم تفکر رو در شما ایجاد میکنم هم احساساتیتون میکنم اینا رو پیور اونجوری که طرفدارای پرپاگورس برشت از هم جدا میدونن اونجوری جدا نمیدونه و من تو این فیلم فکر میکنم خیلی سر مرزه و واقعا این ور برم اون میره و گهگاه اینا با هم تلفیق میشه حالا باز میتونیم راجبش بیشتر بحث بکنیم و خب مثلا بخش همیشه گیه موزیک um, یه یعنی نفر گفته بود From something like jazz to something like classical music و شاید دقیقا نتونیم این لیبل ها رو بزنیم همونجور آره که گفتم موزیسیان فیلم میشل لگران این کار کرده بود و یه یعنی همچین سکوری رو نوشته برای فیلم که اون موتیف معروف که سبا اشاره کرد و داره که خیلی گدار کوتاش کرده برای که قطعه خیلی بلندتری به گدار داده و گدار گفته همین قدش کافیه من همین رو لوپ یه جاهایی میذارمش روی مثلا نیمروخ نانا یا همچین جاهایی و حتی, حتی بعض جاهایی هست که اگه دقت کردی سنده طولانی بود و جا داشت که موزیک متن زیبا ادامه پیدا کرد تا میکرد و در سکوت کاراکتر را میره. این چیز چیزایی پست مدرن اگه اسمش رو که گدار دوست داره این کارو بکنه دیگه تصمیم نهایی در انتخاب موزیک گداره مثلا به میشل لگران گفت که فیلمی میخوام درست کنم در دوازده اپیزود یا حتی فکر کنم اولش بود گفت در 13 اپیزود 13 قطعه برای من بنویس برای هر اپیزود یک قطعه برای من بنویس یا سیناپسیسی هم بهش داد که این در مورد اینه این در مورد اون 13 قطعه نوشت گدار گوش داد گفت یکیش خوبه همین استفاده می‌کنیم روی <تص> همه جهگاهی میاریمش فقط بعد, بعد بعدا ازش خواست یه برای صحنه رکورد استور بنویسه که خیلی صحنه مهمیه برای که اگر ویب سوی رو ترجمه بکنیم هر لایف تو لیو یکی از مهمترین صحنه هایی که گذران زندگیشو قبل از پراستیتیوشن نشون میده ورکینگ کلاس لایفش در رکورد استوره. اونجا اگه دوباره گوش بدید یه صحنه یک صحنه کیبورد خیلی سایکدلیکی میشه لگران نوشته که موزیک اوریجیناله خیلی جالبه توی رکورد استور داره پخش میشه Uh, و یه جای دیگه هست که الان عکسش رو اون جایی که یه دفعه نانا شروع میکنه یه رقص رو پروایز میکنه مثل اون اپشای موزیکال اونم یه قطعه سوینگه که باز اونم میشه لگران نوشته برای که بعدا گدار گفته یه دونه میخوایم برای رکورد یه دونه میخوایم برای رقص خیلی سری اونا رو براش نوشته و آماده کرده یه صحنه خیلی جالبه پیش جوک باکس داریم که این ژان فرا خواننده پاپ مشهور فرانسه اون موقع که میاد توی جوک باکس آهنگ خودش رو میذاره <applause> قطعه ای از خودش رو پخش میکنه بعضی میگفتن که گودار مسخره کرده یه خواننده پاپ رو ورده قطعه ولی نه واقعا فن جان فرا بوده جانفرا کمونیست بوده خواننده ورکینگ کلاس بوده یه جورای آنالوژی داشته باشیم مثلا فرض کنید بروس سپرینگستین فرانسه بوده خواننده بوده که حتی اگه در مدیوم پاپ کالچر بذاریمش خیلی حتی اگه لافسانگ سانگ می نوشته لاف با ایشوهای ورکینگ کلاس دیل می کرده مثل مثلا مثلا آهنگ انجی رولینگ ستونز صرف لاف و صرف پاپ بودن پایین نمی آره یه هنرمنده برای کسی مثل گدار اینی که نه صرفا می که باشه یا ذره شوخی بوده یا ذره جالب بوده و یا ذره دوست داشته جان فرارا هم باز از نکته تریویاتور جالبی که هست از اینا خیلی هست که باز اگه چیزی به سوال کنید شاید بدونه داستان ها بریم استیشنز آف دی کراس میگن دوازده تا تابلو که کنیم دوازده تا استیشنز آف دی کراس توی کلیسا ها از تو مایه های ده دوازده تا عکس مثل کامیک استریپ هست که اینا نشون میدن مسایب مسیح رو Passion of Christ نشون میدن خب این فیلم Passion of uh, Joan of که بعضی از دوستانم بهش اشاره کردن بله تو نمانه هم گذاشتینش و من روش موزیک مت اجرا کردم اگه یادتون باشه و اگه یادتون باشه بعضی ها گفتن من یه لحظاتی سکوت میکردم وقتی موزیک رو اجرا میکردم بعضی ها سکوت رو بیشتر دوست داشتن نکته جالبی بود حالا غیر از که ممکنه یه ذره برای موزیسی هم برخورنده باشه ولی کاری که گدار میکنه در اون موقعی که پشن جون آف آرک در فرانسه نمایش داده می شده فقط با موزیکی که روی نسخه ها گذاشته بودن پخش می شده یعنی فیلم رو نمی سامت ببینید گدار خودش میاد موزیک رو از روش ور می داره اگه نگاه کنید اون صحنه سامت هست الان دیویدی کرایترینی هست که شما بتونید فیلم رو سامت نما کنید اون موقع نبوده توی سینماتک و تصمیم گدار بوده که سامت پخش بشه چون سکوت حالا خیلی جالبه با اینکه بعضیتون فکر میکن که گودار مثلا خیلی پرگوه ولی سکوتاش هم اتفاقا برای من خیلی جالبه که چه جایی و چه موقعیت و چه سیچویشنی پیش میده که گودار ترجیح میده در سکوت برگزارش بکنه این یکیش بود و این اینو از خود کتاب عکس گرفتم که اشاره میکنه به این عکس که بریم سراغش یه کوتیشن دوباره اتک براتون گذاشتم به جای تعریف و تمجید حمله رو نگاه کنید از جورنالیست فرانس ابزرواتور که ا ورک اف شیمفول رمانتیسیسم اوپن تو اول دی میراجز اف اسپریتوالیتی از if که و اسپریتوالیتی پر چیزای نگاتیوی هستن یه چیزی که همیشه باگ منه که لازمان این لیبل چیزای بدی نیست ولی ببینید مثلا یه جورنالیست یه جایی که باید معتبر باشه در خیلی راحتی همچی حرف میذاری یه شیمفول میذاره روش بله پشن آف جانوار که ما اتفاقا توی سیزن رومانتیسیزمی که پروپوزال من بود پخش کردیم چقدر درست رومانتیسیزم شیم فول اور نات بماند میتونیم بحث بکنیم چرا شیم فول این که سپریچوالتی آیا لزومی داره که گردار مثلا خیلی معتقد باشه این مذهب یا نه میتونه سپریچوال باشه توی این سن چقدر ادیت قشنگی کرده بود توی این سن ما یه مقداری از پشن آف جانوار میدیدیم با سوم این کانفرانتیشن توی ادیت خارج کرده بود ما فقط جاندار رو میدیدیم و کسی که سوال جوابش میکرد دو نفر رو گذاشته بود توی یکی از سنام پشت سر جاندار گریان آنا کارینا رو میبینیم یه جورای اسوشیتش. میکنه با هم و توی اینی که در اینجا من براتون گذاشتم جان دارک به اکیوزر نگاه میکنه و بعد بر میگرده تقریبا با همون ابعاد اکیوزر به آنا نگاه میکنه اصلا جایگزین میشه توی بار یه بار کنار هم نشونش میده و یه بار اینجوری توی قاب اصلا دقیقا یکی میشن یعنی به اینجا شروع جایی هم هست که آنا داره یواش یواش میفته به درد سر میفته به مسایبش در واقع یه جوری ستیشن های کراس شروع میشن اینجوری چه جای درستیه توی فیلم چه انتخاب جالبه که توی درایر ما رو پشت سرا ببینید سفیده ولی توی سینما پشت سر تاریکه چرا سفید سیاه جالبی کنار هم میزه چرا درایه رو انتخاب کرده دو تا جاندار که دیگه هم مد نظرش بوده یکی نسخه برسون که اونم جاندار که خوب و معروفیه و یکی هم پرمنجر که اتفاقا اون با بازی جین سیبرگ جاندار و جین سیبرگ اون اپشه بازی میکنه تصمیم میگیره اون دوتا رو یه دلیل خیلی جالبش میتونه این باشه که آنا کارینا دانمارکیه درایر کارگردان کم این جاندار دارک هم دانمارکیه اینقدر اینا رو با هم گدار توی ذهن بازیگوش خودش اسوشیت میکنه که توی یکی از فیلم های قبلش فکر کنم توی سمال سولجرش اسم کرکتر آنا هست ورونیکا درایر یعنی درایر مثل کارل درایر با همون اسپلینگ <تصفح> یعنی قشنگ اتمال وقتی آشنا شده با آنا فهمیده که دانمارکیه سریعا یاد درایر افتاده حتی قبل از این فیلم و حتی یه نکته تریویای جالبه دیگه مادر آنا کارینا کاستوم دیزاینر فیلم بوده و توی لیتر مووی های درایر کاستوم دیزاینر کارل درایر بوده همین کارگرد و یه همچین لینک های جالبی هست توی این انتخاب حالا توی اسپریچوالیتی قضیه میتونیم دوباره برگردیم و صحبت بکنیم چقدر اکتینگ آنا کارینا رو دوست داشتید دوست نداشتید مصنوعی بود طبیعی بود همزاد پنداری باش کردید برشتی بود و فقط پیام به شما داد میتونید راجع این چیز رو صحبت از طرف دیگه بعضی میگن که اگه نگیم تابلو اگه نگیم um, Stations of the Cross میتونیم می بگیم Situations یک کتاب مجموعه مقالات جان پول سارت داره به اسم Situations One <laughs> که یکی از کسایی که توش مقاله درباره مقالهش بحث میکنه همین برایس پرن همین فیلسوف و زبانشناسیه که توی این صحنه صحبت میکنه توی اون کتاب گذارم هست که بعضی هم میگن میشد گفت دوازده سیچویشن و خب خیلی فیلم فلسفی مثل خیلی فیلم های دیگه گذار از فلسفی بودن قضیه مثلا نگاه بکنید به نامه که به به مرکز ملی سینمای فرانسه گدار نوشته برای اینکه فیلمنامه‌ش رو سانسورچیا تایید بکنن که معمولا یه نامه خیلی دم دستی فقط داستان فیلمو رو می ببینید گدار براشون چی نوشته این فقط یه بخششه شما ببینید اصلا راجع فیلم داره حرف راجع فلسفه مدرن فلسفی کالز اگزیستنس این ا پوزیشن تو اسنس با تانکس تو دی سینما دیر از نو ریل اپوزیشن بتوین دی تو اگزیستنس سپوزز اسنس and vice versa. And that is that it be so. دوباره از اون چیزای اون دایکاتمی هایی که میگن باز گدار دو تا چیز رو با هم میخواد. هم برشت رو میخواد هم احساسات رو میخواد. هم میخواد مثل ناولیست باشه هم میخواد دو تا جمله رو در یک صحنه نشون بده. پس اینجا میاد اگزیستنس و اسنس رو میخواد با هم داشته باشه. و این جمله رو که اصلا یارو گیج شدن تایید کردن گفتن ما اوور بساس همه مثلا دارن میگن یک زنی هست یک مردی هست اینو میکشه تو براش برام چی نوشتی یعنی اصلا یه چیز نوشتی براشون که اونا صفر کام سردش در نیاوردن خب این این سکانس که عالیه در کنار سکانسی که من خیلی دوست دارم قبل از اینکه آنا کارینا در مورد ریسپانسیبلیتی حرف میزنه که دستم بلند میکنم ریسپانسیبلم سرمو کج میکنم به ایور ریسپانسیبلم جوست ریسپانسیبل که برای من واقعا یکی از بهترین صناع سینماست اون شاید پشت بندش هم این یه جورایی این دو تا با هم همدیگه دیگه رو تکمیل می‌کنن یه جورایی حتی بعضی‌ها میگن در تضادن چون ریسپانسیبিলিتی آنا اینا تاش به یه زیبایی میرسه اگه یادتون باشه که لایف از بیوتیفول ا مان از ا مان ا فلاور از ا فلاور هر چی همینی که هست لایف از بیوتیفول اینجا یه ذره شاید دارک‌تر میشه یه چیزایی به چالش کشیده میشه نمیدونم مثلا برایس فرین میگه مثلا زبان نباشه فکر نیست اینا رو خیلی با هم درگیر میکنه و برایس فرن و مخصوصا اگه استیاش رو بخونی یه ذره شاید پسیمیستیک تر از اون جسوی رسپانسبل آنکاری نواشه نباشه یعنی که یه چشمه رو اینجا میاد ام این کار همیشه گدار دارش میخواست یه فیلسوفی های نویسنده آنچنانی رو برداره بذاره توی سکانس و حتی میخواست ویلیام فاکنر رو بذاره توی یکی از فیلماش بعد از ویو یه همچین صحنه رو در نظر داشت که ویلیام فاکنر بیاد با کاراکترش صحبت کنه بدون اینکه بگه این ویلیام فاکنره که قبل از فیلم برداری ویلیام فاکنر میمیره و نمیشه ولی این این از چیزایی که همیشه دنبال این همچین صحنه‌ای بوده این از اون چیزهایی که ممکنه به نظر نیما بیاد که یه بولت پوینت رو می‌خواسته چک مارک بزنه یس مثلا من یه فیل فیلسوفم گذاشتم حرف شاید ولی به نظر من خیلی غیر طبیعی و نافرم نمیومد من, من کلی لذت بردم از دیالوگ اون کتاب اگه روش زوم بکنید این صحنه رو فیلم نیست این استیل فوتوگرافی پشت صحنه است برام جالب بود که چه کتابه کتاب فرویده <تصفح> <تصفح> یعنی که اگه بخواید الان صحبت فرویدی هم وعدش بکنید کتابی که بهش گفت داری چی کار میکنی دارم کتاب میخونم زوم اگه بکنید این کتاب نوشته بودم کدومم هست حالا براتون پیدا میکنم میگم چه چیزی داره از فروید میخونه آه کتاب Three Essays on Sexuality این کتابشه Three Essays on Sexuality که <laughs> <laughs> میتونه مرتبط هم باشه حالا چقدر فین فرویدی کجوهاش فرویدی اینا هم میتونه جای بحث باشه و صحبت از ماشین میخواستم بکنم یعنی ماشین نه فقط به عنوان کار هر چیز مکانیکی که توی فیلم هست از طرف یه, یه آهنگ معروفی گروه تراجیکل هیپ داره به اسم من مشین پویتری من اینجا همونجوری که تو اشاره کردین اینجا فوکس روی وومنه یعنی کرکترهای مرد خیلی حاشیه اینجا همه چی در مورد نانا است. من کلمش وومن مشین پویتری و به چقدر ما، ماشین خیلی درگیره یعنی بینید پیمپا دوتاشون وقتی میخواستن پاسکاری بکنن من با دوتا ماشین اومدن نانا رو با ماشینگان این یه جورایی داره تفنگی که ریوالور اتوماتیک گان اینا زدن اون راول پیمپ قدیمیش هم زد اون هم زد مشین مشین دبل کردن قضیه رو یا حتی ماشین های به نسبت به ظاهر بی, ظاهر بی آزارتر هم داشتیم پینبال مشین داشتیم که خیلی نیو ویوی وی ها دوستش دارن یه نفر راجب پینبال حرف سد اگه میشه دوباره بگید که نظرتون راجب چرا پینبال مشین میذارن توی فیلم تروفو گفته بود اگه یه نقطه مشترک همه کارگردان فرنچ نیو ویو داشته باشن عشقشون به ماشین پینباله باله <applause> منظر من یه بالانسی ایجاد میکنه یه اینتنسیتی داره که توپ همش داره از محیط بازی خارج میشه یه جوری میمیره و اینا نگهش میدارن خانش من اینجوریه پینبال مشین ماشین بود دستگاه تایپ رایتر یادتونی یه جا پلیس نانا رو بازخواست میکرد دیگه من همه اکثر نداشتم که وقت بگیره پلیس که نانا رو میکرد ما نانا رو کامل میدیدیم و جواب میداد پلیس خیلی مسخره پشت تایپ رایت پشت ماشین تایپ رایترش قایم شده بود چک 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 و جواب رو تایپ میکرد و ماشین جوک باکس که دو بار جوک باکس داشتیم که موزیک از این جوک باکس های هیکلی پخش میشد و حتی وقتی جان فرا خواننده پاپ مورد علاقه گدار اومد اجرای زنده نکرد آهنگش رو از روی جوک باکس پخش کرد و ما آهنگ رو کامل از روی ماشین گوش دادیم این چه مثلا پروفتیک این وضعیت الان ما رو نشون میده که من خیلی وقتا من وقتی میخوام موزیک لایف برای یه نفر بزنم یارو درگیر با اسپاتیفای یا یوتیوب یا هر استریمینگ سرویسی که داره همونو گوش میده راضیه به همون یعنی ارج و قرب زنده بودن و ماشین واقعا داره اینجوری همین میبره من تو خود نمانم شد یه بار من مثلا یه کیبورد هیکلی آوردم و یه تم یه چیزی رو میخواستم زنده بزنم بعد یکی از بچه‌ها میخوای بزنی من میخواستم رو یوتیوب پخشش بکنم اوکی okay. <laughs> I'm a human being, that's a machine <laughs> و حالا فارغ از اینکه که باز برخورنده باشه جالبه Curious, that's curious که خواننده رو آورد گیتار نداد دستش خودش بزنه رفت روی ماشین پخشش کرد به نظر همه اینا معنی میده و حالا ممکن ماشین های دیگه رو از قلم انداخته باشن یاد، یادمون بیارید لطفا و شاعرانگی که به نظرم درش هست در اینه این اینکه ridiculous یا آیرونیک میشه ولی کماکان ورک آف آرت و جالبه صحنه خیلی جالبه یا مثلا یه صحنه دیگه یادم میاد که نانا میخواست با یه آقای وارد ارتباط پروستیتوشن وار بشه و یارو ماشینش دم در بود گفت که ماشینش چیه جگوار ماشینه چرا چون اون مرد مثل یه هانتر بود مثل شکارچی بود گفت نه جگوار نیست آلفا رومئوه که آلفا رومئو مثل آلفا میل ماچیزمویی که میرسونه اسم الفا رومئو Um, حتی توی فیلم کانتمت که فکر کنم بعدا میبینیم یه لاینی هست که بریجیت واردو به جک پالنس میگه که مثلا This is your alpha رومیو به جک پالنس میگه رومیو و یه الفا میذاره مثل شخصیتی که الفاست و ماچو و حتی اسمای ماشین رو دلیل انتخاب نمی کنه به نظرم اینا چیزیه که فقط من معمولا راجبش بحث میکنم چون ماشین رو با پویتری درگیر نمیدونیم ولی به نظر من هست توی خیلی از فیلم ها. یه کانکشنی میگم تو کارای خ... کارهای گدار که خیلی ها به هم ربط داره همونجوری که مهدی فکر کنم میگفت و بعضی دیگه از دوستان من چند تاشو میگم بیفور و افتر بیر سوی برای ام... که بعدا برید ببینید و اگه علاقه داشته باشید قبلش یه فیلم داره به اسم A Woman is a Woman که یه میوزیکل کامدیه خیلی هم میگن ویبرو سوی از جایی شروع میشه که A Woman is a Woman تمام میشه بعضی میگن یه لینکی به هم دارم این فیلم دقیقا سال قبل از ویوروسوی باز تا حدی با محوریت آناکارینا ولی به اندازه آنا آناکارینا تنها زن پروتاگونیست نیست برای اینکه دوتا مرد دیگه جان کلود برایلی و جان پول بلوموندو که تو برتلس هم بود و آلردی استار بودن نقششون نسبتا پررنگ همونجوری که رو پسترم میبینید دقیقا تمرکزش روی شخصیت زن به اندازه ویوروسوی نیست ولی میتونه یه چیز جالب باشه که ببینید این قبلشه و دو تا فیلم دیگه که بعدش هست الان بهتون نشون میدم که بعضی‌ها میگن یه جورایی تریلوجی میکنه قضیه رو بدون آنا کار اینا هستن یکیشون هست مریتد وومن نمیدونم که فرزنجان قرار بود اینو توی این پروپوزال ما ببینیم اینو نبینیم نمیدونم خاطرم نیست اگه ببینیم توی این سیزن که خوب مریتد وومن خیلی عالی میشه حس شد حس شد عشان. خب پس پس به خودتون میسپارم چون بعضی میگن ویروس سوی با مرید و... مرید میشه یه جورایی اپیزود دوش و سهش یه جورایی میشه تو اور 3 ثینگز آی نو اباوت هر بعضیا ویروس سوی رو با اون دوتا که بعدش ساخته شده یه جورایی لوسلی تریلوژی میدونن اونم میتونه حسابی جای فکر رو دیده جالب بهتون بده فکر میکنم و به روی سلاید آخر که اووال پورتریت که مهدی هم دوباره راجرش صحبت کرد داستان کوتاه از ادگار آلمپو داستان فقط سه چهار صفحه از الان آلمپو سه چهار صفحه خوندنش هم کار راحتی نیست دیکشن خیلی هویه یه جورای انگلیسی قدیمی تره و باید پاز بکنه و چک بکنه دقیقا, دقیقا, چی داره میگه برای همینه که جمله های آخر فیلم هم که داشت از روی کتاب سلکتیو تور میخون دیدید چقدر هیوی بودن ولی اصلا بریم روی یه جورای لوپ شد پریزنتیشن من از کلاژ و پینتینگ شروع شد برگشتیم به پینتینگ بلخص پورتری چون فیلم یه جورایی روی اوال توی اپیزود آخر بود دیگه چون مرگ نانا وست شد به همون خانش ادگار آلمپو یه کورتشن آخر از گدار در مورد portrait. The greatest paintings are portraits. The painter who wants to show a face shows only the exterior of people, and yet there is something else going on. It's very mysterious. It's an adventure. The film is an intellectual adventure. I want to try to film a thought in action. Uh, پورتره بوده این پورتره که براتون گذاشتم اینو سالی نقاشی نقاش آمریکایی S U L L Y کشیده سالی نقاشی که توی داستان کوتاه اوال پورتره ادگار آلن پو بهش ریفر میشه که استایل اون پورتره داستان شبیه استایل سالی است این یکی از نقاشی های سالیه سیگنیفیکنس گذاشتن اوال پورتره چی خیلی مهمه توی این فیلم یه اتفاقی که میفته اگه دقت کرده باشید اولا شروع صحبت آنا کارینا و اون کسی که تقریبا داره میشه لاورش ساب تایتل میشه ما صحبتاشونو گوش نمیدیم سایلنت مووی میشه و ما ساب تایتل میخونیم اگه یادتون باشه بعد این اپیزود این این تابلو افتاده بعد از تابلو صحبت با فیلسوف و زبانشناس که اصلا اصل زبان و تفکر رو یه جورایی دارن زیر سوال میبرن پشت بند اون که دارن راجع به حرف زدن و تفکر صحبت میکنن توی این تابلو سایلنت شروع میشه ما زیرنویس میبینیم زیرنویس میگه بریم لوور بریم پارک الان حسش نیست فلان بهمان بعد وقتی که خوندن کتاب گارلن که میبینیمش به طرز جالبی با ترجمه شارل بودلر هم هست که شاعرانگی قضیه تو فرانسوی مهم میشه اونجا ما صدا میشنویم ولی تصویر لاور جدید نانا رو نمیبینیم چون صدایی که میشنویم صدای خود ژان لوک خود جان لوک گودار داره داستان ادگار لن میخونه سو so وات اتفاقی که میفته توی این داستان یه نقاش داره زن خودش رو میکشه توی این فیلم یه کارگردان داره خانم خودش رو به عنوان سول پروتاگونیست کارگردانی میکنه یعنی اینا کاملا با هم موازی میشن و اتفاقی که فورشادو میکنه به هم خوردن رابطه برای که هولوش این فیلم دیگه تنش های هم شروع شده بوده اینه که اینقدر آرتیست محو کشیدن پورتری زنش میشه که از وایفش قافل میشه و اون زن آخر داستان ادگار می میمیره نقاشی به شدت لایف لایک -like میشه و زن میمیره و یه جورایی و برای دیگه, دیگه وقتی اومد روی اووال پورتریت دیگه خواهی نخواهی باید ختم شد به تراجدی نمیشد سویچ کنه به اون پپی اندینگی که اول در نظر داشت یعنی بعد از اوال پورتر اتوماتیک رفت در اون که بعضی تو فکر خانم چرا کشته شد دیگه بعد از اوال پورتر راه دیگه ای نیست به نظر من پروسه طبیعی اینه که بره به سمت تراجدی تراژدی که یه جورایی مسئولیت پذیر گدار از این نظر که چه بسا مثل خیلی هنرمندا میگن سلف ایندالجنت همش به فکر هنرن از یه سری چیزای دیگه غافل میدونن اینو میتونه خودش رو سلف کریتیسایز بکنه از طریق اثر پر که خودش داره میخونه و اولویت هاش نشون بده که شاید حتی به طرز قمنگیزی بعضی وقت خودش میدونه که فیلم رو بالاتر از آن کارینا قرار داده باز خیلی خانش های دیگه که میشه که این ایمورتالیتی آرت میتونه باشه حالا یه ذره جنرال تر اگه بهش نگاه بکنیم میتونه این باشه که همه ما میریم هممون برخه فلش اند بونیم و میریم ولی آرت ایمورتال میمونه چه یه پورتر باشه چه بازی زیبا و کلوزاپای های گورجس آناکارینایی که دو سال پیش از میون ما رفت و فکر فعلا کافیه من واسه که کردم اگر که سوالی باشه شاید بتونم جواب بدم مرسی ممنونم خشایی عالی مثلا شاهکاری